همراه شما هستیم در توییتر. دوست هم هستیم در فیسبوک. برنامه های ما را در یوتیوب دنبال کنید. صدای ما را در ساوند کلاود بشنوید. آدرس تلگرام ما میهن تیوی وان، رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east ترانسپاندر A1 فریکونسی 10721 مگاهرتز پولاریتی هوریزنتال سیمبل ریت 22000 FEC 34 رادیو تلویزیون می درود میفرستم خدمت تمامی هموطنان عزیزم، کلیه فارسی زبانان در هر نقطه از این جهان پهناور که هستید. بسیار خوشحال هستم که هفته دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در ادامه مباحثی که در این برنامه خدمت شما عزیزان ارائه میدم، امروز قصد دارم در واقع به مفهوم چپ و راست در وکبولاری یا دایره لغات سیاسی بپردازم و در ادامه هم اشاره خواهم کرد به این شبه انتخابات، به اصطلاح انتخابات که در اصل همون چیزیست که رئیس جمهور این رژیم جمهوری اسلامی آقای حسن روحانی گفت انتصابات. بنده هم واقعا فکر میکنم که این انتصابات بود که عرض خواهم کرد به چه دلیل. اما بحث ابتدایی مفهوم چپ و راست در دنیای سیاست که بسیار شنیده میشود، تقریبا هر روزه در هر مبحث سیاسی که مطرح می شود این مفاهیمی مثل چپ و راست مطرح می شود و اینها خب با توضیحاتی که خواهم داد بیشتر روشن خواهد شد که اینها بسیار بستگی دارد هم به اون مقوله سیاسی، اون کانتکستی که ما در اون صحبت می کنیم و بحث می کنیم، و همین که بستگی دارد به فضای سیاسی اون جامعه یا اون کشوری یا اون قاره‌ای که ما در مورد اون حرف می زنیم. بنابراین توضیحات نسبتا مبسوطی در زمینه چپ و راست در سیاست، این که میگویند فلان گروه چپی یا فلان دست راستی، اینها در واقع این چپ و راست از کجا آمده، به چه معنی هست و در واقع چه چیزی باعث افتراق اینها، باعث جدا شدن این دستجات سیاسی، تقسیم بندی اونها چپ و راست میشه. حالا عرض کنم که به لحاظ تاریخی این مفهوم چپگرایان یا دست چپی ها و دست راستی ها برمیگرده به انقلاب فرانسه. در واقع در سال 1789 در اون چیزی که بهش میگفتن نشنال اسمبلی یا در واقع مجلس ملی فرانسه، در همون در واقع موقعی که انقلاب فرانسه به وقوع پیوسته بود، به جهت به قصد در واقع تهدید یا محدود کردن آزادی های دست باز لوی 16 در فرانسه، در اونجا در مجلس فرانسه دو گروه از افراد حضور داشتن، کسانی که در اون مجلس ملت فرانسه آمده بودند. یک عده بودند که در سمت چپ جایگاه، در سمت چپ اون کسی که به صورت به عنوان رئیس، که البته حالا در مورد رئیس مجلس هم توضیح خواهم داد که تفاوتش چیست با اون چیزی که ما میگیم رئیس مجلس، و از صورت در اون تریبونی که به عنوان جایگاه در اون مجلس وجود داشت، عده‌ای در سمت چپ نشستند که طرفداران در واقع انقلابیونی بودند که از بیشتر گرایش به سمت جمهوری داشتند، و در سمت راست تریبون کسانی نشستند که طرفدار همون مونارکی یا پادشاهی یا سلطنت در فرانسه بودند، یعنی خواهان ادامه سلطنت بودند، اما خب با مشروع کردن و محدود کردن اختیارات پادشاه. اینها اولین تقسیم بندی بود که، یعنی اولین بار که این لفظ چپ و راست وارد قاموس سیاسی در جهان شد، در همون مقطع انقلاب فرانسه است که عرض میکنم خدمتتون. سمت چپ کسانی نشسته بودند که علیه سیستم پادشاهی بودند، بیشتر گرایش به جمهوری داشتند، و متقابلا در سمت راست کسانی نشسته بودند که گرایش به ادامه حیات پادشاهی در فرانسه اما با یک سازوکارهای جدیدی
احتمالاً تغییر در خود شخص پادشاه فرض کنید لوی 16 هم و اینها. اما فرض هم کردم که رئیس مجلس که ما میگیم فرض کنید در همین بریتانیا، در اکثر جاهای دنیا من فکر میکنم اینجور هست، در بریتانیا به ریاست مجلس نمیگن رئیس مجلس، حالا فرض کنید که پرزیدنت یا هر چیز، رئیس مجلس رو میگن اسپیکر، یعنی او دارای حق ریاست نیست بر نمایندگان مجلس، بلکه در واقع اسپیکر به معنی سخنگو هست، کسی که سخن میگه از طرف سایر نمایندگان، یا کسی است که در واقع نظم جلسات رو اداره میکنه و دستور جلسات رو در واقع توضیح میده برای شروع کار مجلس روزانه. این در واقع همون لفظ اسپیکر یا سخنگوی مجلس به اعتقاد من بیشتر مراد رو میرساند تا اینکه ما بگیم رئیس مجلس، چون علال قاعده نمایندگان ملت که در اونجا جمع شدن کسی از بینشون نباید رئیس دیگران باشه. این از این. اما این مفهوم چپ و راست رو که عرض میکنم در همین بریتانیا امروز به هم تقریبا به همین صورت هست. یعنی اگر در پارلمان بریتانیا تشریف ببرید، اون چیزی که بهش میگن هاوس آف کامون یا در واقع خانه عوام یا مجلس عوام، اونجا هم طرفداران در واقع حزب کارگر معمولا سمت چپ میشینند. البته احزاب مثل فرض کنید حزب لیبرال هم که حزب کوچکتری است در مقایسه با حزب کارگر که یک حزب دست چپیست و حزب محافظه کار یک حزب دست راستیست، لیبرال ها بعضی افراد مستقل یا احیانا احزاب کوچکتری که گرایش های ممکنه به سمت چپ داشته باشند، اینها معمولا در سمت چپ تریبون میشینند، در اونجایی که سخنگوی پارلمان قرار میگیره، و در سمت راست هم کانسرواتیو ها یا محافظه کاران می نشینند، کسانی که به صورت در نقطه مقابل قرار دارند به لحاظ سیاسی. و معمولا هم وقتی که فرض کنید شمارش آرا خوانده میشه، اون سخنگوی پارلمان میگه که مثلا تعداد رأی ها، اصطلاحی که به کار میبرن این هست که nose to the left، یعنی در واقع سمت بینی یا صورت به سمت چپ، یعنی این گروهی که در دست چپ نشستن که اعضای حزب کارگر باشن فرض کن این تعداد رأی دادند، یا nose to the right یعنی در واقع بینی به سمت راست که نگاه میکنن، یعنی کسانی که عضو حزب محافظه کار هستند و در دست راست قرار میگیرن. برابر این اصطلاح چپ و راست از انقلاب فرانسه به بریتانیا هم وارد شد و در اینجا هم در مجلس بریتانیا نمایندگان که طرفدار حزب کارگر بودن در سمت چپ جایگاه و کسانی که طرفدار حزب محافظه کار یا کانسرواتیو بودن در سمت راست جایگاه می نشستن و طور سنتی این همچنان ادامه پیدا کرده. این از در واقع این لفظ راست و چپ سیاسی که از کجا آمده است. اما اساس این تفاوت چیست؟ چرا عده‌ای خودشون رو در واقع چپی می دانند و عده‌ای خودشون رو از راستی می دونستن در گذشته عرض می کنم و این تا به امروز به طریق دیگری ادامه پیدا کرده؟ اول اساس تفاوت این چپی ها و راستی ها حداقل در این اواخر قرن بیستم و منتهی شده به قرن 21، اینها به میزان در واقع اون حقوق افراد جامعه، میزان حقوق افراد جامعه در مقابل قدرت دولت یا حکومت بستگی داره. یعنی این که اگر کفه قدرت حکومت در مقابل میزان حقوق افراد جامعه یا مردم سنگینی کنه، این گرایش به سمت چپ هست. اگر احیانا میزان حقوق افراد به شامل فرض کنید حقوق سیاسی و اجتماعی میشه، میزان حقوق افراد جامعه سنگینی کنه در مقابل میزان قدرت دولت، اون موقع این در واقع به سمت راست ایدئولوژی سیاسی گرایش پیدا میکنه. بنابراین این خط و مش های سیاسی یا در واقع این سیستم های سیاسی اگر واجد هر کدوم از اینها باشند، اگر که بیشتر به حقوق افراد جامعه در مقابل قدرت دولت توجه داشته باشند و کفه ترازو به سمت حقوق سیاسی و اجتماعی آحاد افراد جامعه گرایش داشته باشه، این میشه گفت که یک نگرش دستراستی سیاسی است. و در مقابلش هم عرض کردم اگر که قدرت دولت بیشتر اعتقاد به این باشه که دولت باید دولت قدرتمند و صاحب در واقع بیشتر سازوکارهای اجتماعی باشه در سطح جامعه، در مقابل محدودتر کردن احیانا آزادی ها یا حقوق عرض میکنم حقوق سیاسی و اجتماعی افراد جامعه، اون میشه گفت که دولت دست چپ است. و اینجا در مورد قدرت دولت هم که عرض میکنم، این به معنای بزرگی دولت نیست، اینها دو تا مسئله کاملا جدا از هم هستند.
قدرت دولت در واقع به معنای در دست داشتن اون گلوگاه ها، اون مناطق حساس در زندگی اجتماعی یک ملت هست. ارتباطی با وسعت فرض کنید تعداد وزارت خانه ها، عریض و طویل بودن این دیوان سالاری نداره. ای بسا در کشورهایی باشن که بسیار دیوان سالاری عظیمی هم دارند، اما قدرت دولت در مقابل شهروندان خیلی قدرت زیادی نیست. در واقع اون حقوق افراد جامعه میچربد بر میزان قدرت دولت یا حکومتشون. حد آزادی ها یا حقوق سیاسی و اجتماعی افراد جامعه بیشتر از میزان اعمال قدرت دولت در این حکومت هاست. بنابراین آنچه که باعث تفاوت چپ ها و راست ها در عالم سیاست میشود همین دو مسئله است که عرض کردن که بستگی دارد که این تعادل به کدوم سمت بیشتر هست، یعنی گرایش اون مشرب سیاسی آیا به سمت این هست که حقوق بیشتری رو برای افراد جامعه در نظر بگیرد در مقابل احیانا کمتر و محدودتر کردن قدرت دولت، و یا برعکس این باعث میشه که گرایش احیانا گرایش سیاسی به سمت چپ باشه یا به سمت راست باشه. و نمونه هایی از فرض کنید که مداخله دولت که عرض میکنم محدودتر کردنش، راستی ها بیشتر به سمت محدود کردن دخالت دولت هست. فرض کنید که دولت میتواند در اموری مثل تامین اجتماعی، مثل فراهم کردن یک وضعیت تأمینی برای افرادی که احیانا به لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی نیستن، یا فرض کنید برای بیکاران، برای اون چیزی که امروز بهش میگن اقشار آسیب پذیر، در جمهوری اسلامی زمان اینها مستضعف لقب میگرفتن، که البته آیت الله خامنه ای فوقیلین جدیدن لفظ مستضعف رو برداشته، ایجاد یک تأمین اجتماعی، این یکی از نقاطی است که دولت میتواند وارد اون بشه و مداخله کنه. و فرض کنید که مراقبت های پزشکی، دارو و درمان، بیمارستان ها و هر آن چیزی که فرض کنید نگهداری از سالمندان، همه اون چیزی که در واقع مراقبت های پزشکی نامیده می شود، احیانا در شرایط خاصی یا شاید اصلا به طور مستمر دولتی تصمیم میگه که کوپنها بنهای غذا و کالاهای اساسی رو در اختیار مردمش بگذاره به عنوان یک در واقع کمک هزینه، به نوعی کمک به افراد جامعه. احیانا آموزش عمومی فرض کنید، مدارس، دانشگاه ها، اینها حوزه هایی است که دولت قادر به مداخله در اونها هست، و قدرت دولت که عرض میکنم در همین زمین هاست که آیا دولت چقدر در این مسائل نقش داره در جامعه. مثل موارد دیگه فرض کنید مثل بیمه بیکاری، قوانین کسب و کار و تجارت، قوانینی که ناظر به در واقع حقوق خریدار و فروشنده در تجارت هست، یا قوانینی که ناظر به روابط بین کارگر و کارفرما هست. بستگی به چپ بودن یا راست بودن اون مشرب سیاسی که در قدرت هست، اینها میتونه محدود یا خیلی گسترده باشه. قوانین فرض کنید مثل قوانین محیط زیستی، نقش دولت ها در مسائل زیست محیطی هر کشور یا هر جامعه، اینها حوزه های نفوذ یک دولت در امور داخلی یک جامعه هست. و در گذشته معمولا در عالم سیاست بر اساس این مسائلی که عرض کردن تقسیم بندی میکردن، معمولا فرض کنید که اگر یک خطکش رو بگیریم که در سمت چپش صفر قرار داره و این همینجور دارای فرض کنید 100 سانتی متر باشه، یک متر یک خطکش یک متر رو در نظر بگیریم، خب در چپترین قسمت این گروه های در سمت صفر در واقع قرار دارن، و در راسترینش گروه های مثل فرض کنید که این راست های افراطی، اون چیزی که امروز به نام راست های افراطی یا نژادپرست ها نامیده میشن، و همینطور طیف های مختلفی بر روی این خطکش قرار دارن به لحاظ سیاسی. اینها همه بستگی داره به عرض کردن و همین اینکه اون مشرب سیاسی چقدر به حقوق فردی، حقوق سیاسی و اجتماعی افراد جامعه اهمیت میده، و یا چقدر طرفدار این هست که دولت مقتدری، دولتی که دارای دستی باز در اداره امور جامعه هست، وجود داشته باشه. و در صورت در گذشته معمولا در راستترین سمت در واقع هم قرن 19 و هم در بیشتر قسمت های قرن 20 معمولا در قسمت راست اون کسانی که امروزه بهشون میگه محافظه‌کار یا لیبرال ها قرار میگرفتن، و حتی کنسرواتیو‌ها یا کانسرواتیو ها قرار میگرفتن، و حتی اون چیزی که در گذشته بهشون میگفتن
لیبرال های کلاسیک یا کلاسیک لیبرالیزم، لیبرالیسم کلاسیک هم در سمت راست قرار می گرفت و همراه محافظه‌کاران دست راستی ها بودند اینها، و در سمت چپ علاوه بر فرض کنید که کمونیست ها و سوسیالیست ها، حتی گروه های مثل فاشیست ها هم در سمت چپ این طیف قرار می گرفتن. یعنی اونها در تقریبا تا اواسط قرن بیستم میشه گفت فاشیست ها هم گروه های دست چپی محسوب می شدن، به دلیل اینکه فاشیست ها هم بسیار طرفدار دولت مرکزی مقتدر، دولت اقتدارگرا در واقع، یا همون اتوریتریان، به دنبال این بودن که دولت در واقع نقش بسیار بزرگی در اداره امور جامعه داشته باشه. شما اگر فرض کن اولا به همین نازی ها، پدیده نازی ها در آلمان هم نگاه کنید، مشرب سیاسی اینها در واقع در آغاز از اون حزبی یا تشکلی به نام کارگران آزاد ایجاد شد. در واقع اینها داره یک مشرب سوسیالیستی بودند نازی ها در ابتدا، در ابتدا که نه، یعنی در تمام طول حکومتشون و اصولا فلسفه سیاسیشون، و حتی اسم خود کلمه نازی هم از ناسیونال سوسیالیسم میاد، و در واقع این کلمه نازی به معنای ناسیونال سوسیالیسم بوده، بنابراین اینها خودشون رو سوسیالیست میدانستند. تمام اون برنامه های اجتماعی هم فرض کنید در حکومت فاشیستی نازی ها در آلمان و هم در ایتالیای موسولینی اجرا میشد، اینها برنامه های سوسیالیستی بودند. اینها بسیار دولت اقتدارگرایی رو میخواستند و در مقابل میزان حقوق فردی و اجتماعی افراد خیلی بهایی برای اینها نداشت. اینها همونطور که دیدیم این حکومت های فاشیستی، حتی امروزه هم حکومت هایی که حتی اسم و عنوان فاشیستی نداشته باشند، اما از همون مشرب سیاسی و همون در واقع آبشخور استفاده می کنند، اینها هم تماما نابود کننده آزادی های فردی و اجتماعی، حقوق افراد در درون جامعه برای اینها هیچ وجهی نداره. در واقع حکومت های فاشیستی هم به این صورت هست. بنابراین شاید به نوعی این که در پیش از جنگ، در زمان جنگ جهانی دوم فرض میکنم، تا پیش از این که نازی ها عملا حمله کنند و به سمت تسخیر شوروی ثابت و تسخیر مسکو حرکت کنند، اینها به نوعی با هم روابط نسبتا خوبی هم داشتن. شاید دلیل این هم این بود که اینها هر دو دارای این مشرب سیاسی چپ بودن. اما تقریبا از بعد از جنگ جهانی دوم و نظم جدیدی که در جهان حاکم شد و اینکه راست سیاسی به نوعی سردمدارش شد کاپیتالیسم، یا اون چیزی که در امریکا، اون سیستم سیاسی که در امریکا وجود داشت و جامعه امریکا با توجه به موقعیت برتری که بعد از جنگ جهانی دوم پیدا کرده بود، خب این تعاریف دچار تغییر و دگرگونی شد. قبلا هم عرض کردم که مسائل سیاسی و تعاریف سیاسی بسیار سیال هستند. ممکن هست که یک مفهوم سیاسی یا یک دستبندی و طبقه‌بندی سیاسی امروز بتواند وضعیت موجود رو تعریف کنه، اما اصلا تضمین کننده این نیست که فرض کنید در دهه‌های آینده هم این تعاریف همچنان پابرجا باشند. به دلیل اینکه جوامع بشری بسیار سیال هستند و مرتبا افکار اندیشه‌های جدید وارد می‌شوند، شکل‌ها، جنبش‌های سیاسی و اجتماعی جدیدی بروز و ظهور پیدا می‌کنند، و این دستبندی‌ها هم به طور مرتب در حال تغییر کردن بوده و هست. اما اون چیزی که عرض کردم از تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم و میانه‌های قرن بیستم در تقسیم بندی این چپ و راست ایجاد شده، این هست که امریکا، سیستم سیاسی امریکا در کل، فارغ از اینکه چه حزبی در واقع بر روی کار هست، سیستم سیاسی امریکا رو به عنوان یک سیستم کاپیتالیستی و در سمت راست، دست راست در واقع سیستم‌های سیاسی قرار میداد، و در مقابل اون دنیای در واقع بلوک شرق سابق و دنیای کمونیستی بود که این رو در سمت چپ قرار میدادند. این تقریبا آخرین دستبندی سیاسی چپ‌ها و راست‌ها در جهان بود. این به مرور آمده و تا قرن بیستم، و البته عرض کردم دچار تغییراتی شده بنا به موقعیت‌های سیاسی جدیدی که در سطح جهان ایجاد شده. فرض کنید همون نژادپرستان فاشیست رو که عرض کردم، روزی اینها به نوعی در سمت چپ طیف سیاسی قرار می گرفتند به دلیل علاقه‌ای که به قدرت مرکزی، قدرت دولتی داشتند و در مقابل اون چندان وقتی به آزادی‌ها و حقوق سیاسی و اجتماعی افراد نمی‌گذاشتند. اما اینها به دلیل اینکه در واقع
تفاوتشون با کمونیست‌ها در این بوده که این برخلاف کمونیست‌ها که به یک نوع اینترناسیونالیست معتقد هستند و جهان وطن هستند در اون ایدئولوژیشون، حالا اینکه چقدر به اون پایبند هستند بماند، چون تجربه اتحاد جماهیر شوروی که سردمدار فرض کنید یک رژیم کمونیستی بود چنین چیزی رو نشان نمی‌دهد که اینها واقعا خیلی جهان وطن بودند. خیر، اینها بسیار بسیار به در واقع در درون به کشور خودشون اهمیت میدادن، بسیار فراتر از تمامی کشورها. این البته خب اینترنشنالیسم یک شعاری بود در دهان اینها برای جذب و هضم هم بسیاری از این جمهوری هایی که اینها رو به طریقی بعد از جنگ جهانی دوم زمینه خاک خودشون کردن و هم برای گسترش ایدئولوژیشون، شبیه همون در واقع اخوت و برادری که فرض کنید در ایدئولوژی اسلامی هست، که این ترویج اینها در واقع بیشتر ابزار سیاسی است در دست قدرتمندان. اما این رازی کردن که در تقسیم بندی های جدید، خب در میان های قرن 20 بعد از جنگ جهانی دوم کمونیست ها شدن سردمدار اون چیزی، اون جریان هایی که میگفتن چپ هستن اینها و در سمت راستش هم کاپیتالیست بود. در این میان یک مفهومی هم به عنوان در واقع احزاب لیبرال یا نگرش لیبرال در سطح جامعه بست و گسترش پیدا کرد. این لیبرال ها معمولا به لحاظ سیاسی در واقع و کارکردش و نگاهشون به مسائل اقتصادی یک مقدار متفاوت هست، بنابراین لیبرال ها رو میشه در میانه قرار داد. حالا بستگی به این که اون فرض کنید حزب لیبرال در کدام نقطه از دنیا هست، در کدام سیستم سیاسی و در کدام فرهنگ زیست میکنه، ممکن هست که این گرایش به سمت چپ هم داشته باشه، خصوصا در زمینه های اقتصادی رو عرض میکنم. اما در واقع در به لحاظ توجه به میزان حقوق فردی و اینکه طرفدار آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هستن، معمولا اینها بیشتر گرایششون به راست هست، اما نه در واقع آنقدر راست به کاپیتالیست نزدیک بشوند. اینها معمولا به لحاظ اقتصادی خصوصا، چون لیبرالیسم در واقع اجتماعی یا هم سوسیال لیبرالیسم هم وجود داره در جهان، اینها بیشتر گرایش به جنبه اجتماعی و فرهنگی و آزادی‌های مدنی این سیستم‌های سیاسی رو دارند. اما در زمینه اقتصادی ممکن است بسیارشون طرفدار به نوعی در دست دولت بودن بسیاری از گلوگاه‌های اقتصادی و احیانا ایجاد فرض کنید همون سیستم‌های تامین اجتماعی که عرض کردم خدمتتون باشند. این تغییراتی است که در این سالها از بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروزه ایجاد شده، که عرض کردم فرض کنید امروزه گروه های فاشیست و نژادپرست رو راست افراطی مینامند، به دلیل اینکه اینها در واقع در نقطه مقابل اون اینترناسیونال بودن یا جهان وطن بودن کمونیست ها قرار دارند، بسیار افراطی هستند در زمینه ملی گرایی. این ملی گرایان افراطی رو برخلاف سابق که عرض میکنم به نوعی اینها در سمت چپ قرار داشتن به دلیل اینکه طرفدار دولت‌های اقتدارگرا و داخلی دولت‌ها در تمام وجود بودن، اما امروز اینها راست افراطی می‌نامند، گروه‌های نژادپرست در سطح همین اروپا فرض کنید یا در امریکا هم. و اما نگاهی بندازم به اینکه تفاوت سیاست‌های چپ‌گرایان و راست‌گرایان در چیست. فرض کنید در سیاست‌های اقتصادی که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های دخالت دولت‌ها در امور جامعه هست، در سیاست‌های اقتصادی معمولاً گروه‌های چپ طرفدار وضع مالیات بالا خصوصاً بر کسانی هستند که دارای درآمدهای بالا هستند، پس صاحبان شرکت‌ها و افراد در واقع متمکن جامعه. اینها خواستار این هستند که مالیات بالایی بر غالباً بر ثروتمندان و تا این در اقشار عادی هم همین شکل است. پس به اسکاندیناوی اگر نگاه کنید، در این کشورها حتی در آلمان در بریتانیا قدر کمتر از اعتقاد من، خب در اینها مالیات بالایی گرفته میشه حتی از صاحبان مشاغل عادی، از کارمندان، از افراد عادی جامعه. خب این هرچی در واقع تکیه بر میزان مالیات بالا بیشتر باشه، خب این بیشتر گرایش به سمت چپ هست. و در مقابل در واقع طرفداران جناح راست معتقد به مالیات پایین هستند برای تشویق کار و کسب ها، چون اینها معتقد هستند که شما اگر قرار باشه از کسانی که میخوان دست به تجارت بزنند و ایجاد رونق کنند، کارآفرینی کنند، شما بر اینها مالیات های زیاد وضع کنید، خب اینها ذوق و شوق کار کردن رو از دست خواهند داد. وقتی که ببینن در واقع ثمره تلاششون
در اثر یک مالیات سنگینی به دولت واگذار میشه، اینها احتمال این که در واقع افراد زیادی علاقمند باشن که وارد دنیای کسب و کار بشن رو کم میکنه. خب اینها مسائل بسیار در واقع حساسی است، یعنی هر دو طیف توجیهات خودشون رو دارند. و در مقابل فرض کنید دستراستی ها در دنیا معمولا فرض کنید طرفداران قوانین هرچی کمتر در تجارت هستند، عرض کردم به دلیل این که خواهان حداقل مداخله دولت هستند. اینها خواهان این هستند که قوانین کسب و کار بسیار کم باشه که افراد جامعه هر کدام که فرض کنید قصد داشتن وارد دنیای تجارت و کسب و کار بشوند و ایجاد کارآفرینی کنند و از طریق مالیات به خزانه عمومی کمک کنند، قوانین دست و پاگیری بر سر راه اینها نباشه. در حالی که فرض کنید چپگرایان معمولا طرفداران سفت و سخت قوانین بسیار زیاد هستند تا اجازه فرض کنید سوء استفاده رو به این صاحبان سرمایه ندهد. خب اینها نقاطی هست که اینها با هم اختلاف پیدا میکنند. و یا اینکه دست راستی ها معمولا خواهان این هستند که عرض کردم که قصد دار دوست دارند و به دنبال این هستند که هرچی ممکن هست دولت کوچکتری حتی به لحاظ بوروکراتیک هم داشته باشند، این هست که تا هرچی میشه هزینه های دولت رو پایین بیاورند و نقش دولت رو کمرنگ کنند و جامعه در واقع خودش با سازوکارها و قوانین مدونی که وجود داره کار خودش رو انجام بده و نیاز به آقا بالاسری در واقع به نام دولت وجود نداشته باشه. در حالی که در سمت چپ سیاسی معمولا معتقد هستن که دولت باید از طریق مالیات درآمد قابل توجهی داشته باشه تا بتونه این درآمد رو فرض کنید در زیر ساخت ها و هزینه های عمومی به اجرا بگذاره. اینها هر کدام به صورت هزینه و فایده هایی برای جامعه دارند. برخی طرفدار نقش پررنگ دولت و برخی طرفدار نقش کمرنگتر دولت و در واقع واگذار کردن امور مردم به خود اونها باشند. یا در زمینه سیاست های درمانی معمولا جناح های چپ سیاسی در جهان اینها معتقد به فرض کنید که بیمه درمانی همگانی هستند، اینکه همه مردم بتوانند از سرویس احیانا مجانی رایگان و بیمارستان ها و داروخانه ها و جاهای دیگر تا حد ممکن استفاده کنند و همه دسترسی داشته باشند به در واقع بهداشت ارزان و در واقع اون چیزی که بهش میگن در انگلیسی افوردبل، اون چیزی که استطاعتش رو داشته باشن همگان، این چیزی دور از دسترسی نباشه. اون چیزی که میبینیم فرض کنید در جامعه کاپیتالیسم امریکا این سالهاست محل مناقشه است و اختلافات زیادی هم ایجاد کرده و تلاش های زیادی هم برای حل این مشکل شده. اما در مقابل فرض کنید همون دست راستی ها اینها کسانی هستند که مخالف برنامه های درمانی اجتماعی هستند، معتقد هستند که بیمه های درمانی در واقع یک بازار تجارتی است که باید رقابتی باشه، یعنی خود شرکت های بیمه و از طریق ارتباط مردم با این شرکت های بیمه است که اینها باید نرخ ها رو پایین بیارن و وقتی که مردم زیادی افراد زیادی در وارد تجارت فرض کنید بیمه های پزشکی بشوند، اینها خود به خود در رقابت با هم دیگر قیمت رو پایین خواهند آورد و این قابل دسترسی برای همگان خواهد شد. و در مورد سیاست های مهاجرتی این هم یکی از مسائلی است که بسیار مناقشه برانگیز بوده بین راست ها و چپ ها در دنیا. فرض کنید چپ ها در دنیا همین امروز احزاب فرض کنید سوسیالیست یا سوسیال دموکرات در اکثر نقاط مهاجر پذیر جهان، اینا کسانی هستند که معمولا طرفدار تسهیل روند جذب مهاجر هستند، شاید به دلیل همون نگاه عرض کردن جهان وطنی که در ایدئولوژی های چپ هست. و علاوه بر اون در مورد فرض کنید مهاجرین غیرقانونی هم اینها خواستار یک نوع آسانگیری هستند، اینکه ترتیبات اتخاذ بشه تا اینها بتوانند جذب و در جامعه به نوعی حل بشوند، در حالی که معمولا گروه های دست راستی خواستار کنترل فرض کنید شدید مرزی هستند که معمولا اینها احساسات ملی گرایانه خیلی قوی هم دارند. همون چیزی فرض کنید آقای ترامپ الان مدت هاست در امریکا این رو به نوعی تبلیغ میکنه و اقدامات خیلی محکم و در واقع جنجال برانگیزی هم در این مورد انجام داده و همچنین طرفدار معمولا طرفدار مبارزه با مهاجرت غیرقانونی هستند. در کنار اون اعتقاد به این دارن که مهاجرت بی‌رویه منجر به پایین آمدن دستمزدها و به نوعی به هم خوردن سازوکارهای اقتصادی در جوامعشون میشه. این هم یکی دیگر فرض کن از تفاوت‌های گروه های چپ و راست است. البته این هایی که بنده عرض میکنم
تقریبا میتونم بگم در دو سوی خیلی شدید این دو طیف را عرض میکنم. این ها نظراتی است که چپگرایان در واقع خیلی شاخص در مقابل راستگرایان خیلی شاخص، حالا نمیگم افراطی، چون اگر راستگرایان افراطی در واقع وارد همون محدوده نژاد پرستان میشه که عرض کرد، یا در مورد سیاست های آموزشی فرض کنید، معمولا دست راستی ها اعتقاد به این دارن که باید مثل بهداشت فرض کنید که امر آموزش باید به خود مردم سپرده بشه، مدارس خصوصی، احیانا حتی دانشگاه های خصوصی نظیر آنچه که ما در امریکا میبینیم، و اما در این حال مخالف آموزش عمومی هم نیستند معمولا راست ها چه در اروپا چه در امریکا. اما خب این رو به نوعی امر آموزش رو هم بیشتر مایل به این هستند که به خود مردم واگذارند، بنا به همون مشرب سیاسی که خواهان اقل مداخله دولت در امور مردم هستند، اینها معتقد هستند که امر آموزش هم به صورت یک مسئله ای مربوط به خود مردم، خود مردم میباید ایده برن فرض کنن که سرمایه گذاری کنن، مدارس ایجاد کنن و اقدام به جذب دانش آموزان کنن و دانش آموزان باید بتوانند هر جا که خواستن فرض کنن احیانا با توجه به توان مالی والدینشون تحصیل کنن، در حالی که معمولا گروه های چپ حمایت از آموزش همگانی فراگیر مثل همون در واقع دارو و درمان همگانی و فراگیر به نوعی اینها در این زمینه هم دقیقا مثل همون مراقبت های پزشکی و دارو و درمان نگاهشون به همون صورت هست، یعنی که یک چیز فراگیر در سطح ملی وجود داشته باشه که تمام آحاد ملت قادر به دسترسی به اون باشن. البته خب عرض کردم دست راستی ها معمولا در حداقل در اون سنینی که آموزش اجباری هست رو اینها هم معتقد به این هستن که این باید برای همه فراهم باشه و همینطور پس کنید که اینها چپ ها رو عرض میکنم معمولا طرفدار گسترش مدارس دولتی هستند و معتقد هستند که آموزش میبایست در دست دولت باشه، دولت در واقع هم سیاستگزار برنامه های آموزشی و هم در واقع متولی مدارس باشه، اعتقاد به این که در بخش خصوصی بتواند در چنین اموری فعالیت کند رو ندارن. سیاست در زمین های متنوع طیف گسترده‌ای از مسائل سیاسی هم دوباره اینها همین تفاوت نگاه چپ و راست رو دارن. فرض کنید در سیاست های مربوط به سقط جنین یا ابورشن، معمولا گروه های چپگرا چون در واقع در این زمینه چون آزادی های اجتماعی مربوط میشه و نه آزادی های سیاسی، خب خیلی سفت و سخت نیستن در مقابل این، ای بسا برخی از گروه های چپ هم باشن که کاملا موافق هستن و این رو در محدوده فرض کنید حقوق افراد بدانند، حقوق شخصی افراد، اما معمولا دست راستی ها چون بیشتر به بنیان خانواده و احیانا بنیان‌های مذهبی معتقد هستند، اینها شدیداً با سقط جنین مخالف هستند. حالا بعضی‌ها از دید مذهبی فرض کنید این رو معادل قتل نفس می‌دانند، یا برخی دیگر به دلایل دیگری با این مسئله مخالف هستند که چنین اعمالی ممکن است بنیان خانواده رو از بین ببره و چنین و چنان. در مورد حقوق همجنسگرایان دوباره باز همین دستبندی مثل سقط جنین وجود داره که معمولاً راستگرایان معمولاً یک دید در واقع مبتنی بر اصالت خانواده دارند در این مسائل، این همجنسگرایی رو یک چیز طبیعی و عادی نمی دانند و خواستار به نوعی اگر نتوانند اون رو به طور کامل در واقع از جامعه کنار بزنند و حذف کنند، حداقل خواهان این هستند که بسیار محدود باشه یا احیانا تبلیغ نشی در مورد اون، اگر وجود داره به صورت مختص کسانی باشد که در واقع در این مسیر هستند، نه اینکه احیانا تبلیغ در مورد بشه یا به راحتی در سطح جامعه عادی سازی نورمالایزیشن انجام بشه در موردش، در حالی که معمولا چپگران عرض کردن در این گونه مسائل به فرد افراد تکیه میکنند، اینکه این افراد جامعه دارای حقوق فردی هستند، خودشون باید در این زمینه تصمیم بگیرن و مشکلی با این مسائل ندارند معمولا. همینطور در مورد مالکیت اسلحه و قانون اعدام هم در امریکا بیشتر این دو مورد در واقع وجود داره، باز هم در واقع گروه های دست راستی معمولا حمایت میکنند از اینجا در اون مالکیت شخصی در زمینه فرض کنید اسلحه، در حالی که
گروه های چپ معمولا بیشتر خواهان برچیده شدن سلاح از اسلحه از دست مردم و متمرکز شدن این در دست دولت هستند، داشتن اسلحه، حق نگه داشتن اسلحه و اینها، چون اونها خواهان یک دولت مقتدر و فراگیر در سطح جامعه هستند. و سیاست های محیط زیستی هم یک نقطه دیگر افتراق اینهاست. فرض کنید هرچی که گروه های چپگرا خواهان گسترش نقش دولت در حفاظت از محیط زیست هستند، کما اینکه در بسیار از نقاط اروپا میبینیم که گروه های سوسیالیست بسیار نزدیک هستند این گروه های سبز و در بعضی جاها حتی اینها به نوعی یکی هم شدند با هم، خواهانی هستند که دولت حضور بسیار قوی در زمینه های حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب‌هایی که احیانا بعضی صنایع به اون وارد می‌کنند بشوند، در حالی که معمولا گروه‌های دست‌راستی بیشتر معتقد به واگذاری یافتن راه حل در زمینه بحران‌های زیست‌محیطی به صاحبان صنایع و کسانی که خودشون در واقع باعث تخریب این میشن هستند، یعنی عملا این رو واگذار می‌کنند به خود جامعه و احیانا NGO ها یا اون چیزی که بهشون میگن سازمان‌های مردم نهاد، بیشتر در این زمینه هم مثل تمام قسمت‌های دیگه معتقد به این هستن که اینها اموری است که مربوط به خود جامعه است و خود جامعه نیباید راه حل برای اینها پیدا کنه، نه اینکه دولت متولی این امور باشه. این هم باز برمیگرده به همون تفاوت نگاه‌ها در زمینه مقدار نقش دولت یا حکومت. و به صورت راستگرایان معمولاً خواهان خیلی دولت خیلی کوچک جمع جوری هستند. و مسئله دیگه هم این هست که فرض کنید گاهی می‌بینیم که اعلام میشه در امریکا که دولت فدرال فرض کنید در آستانه ورشکستگی است یا دولت فدرال نمیتواند کارگزاران کارمندانش رو بپردازه، و این چه گاهی چه ذوق و شوقی ایجاد میکنه در بعضی از این عوامل رژیم، نشریات و وبسایت‌های وابسته به جمهوری اسلامی سپاه پاسداران، که اینها تصورشون این هست که دولت امریکا مثل فرض کنید دولت ایران هست، متولی همه امور جامعه هست و اگر که حقوق کارمندانش نتونه بپردازه پس امریکا در حال اضمحلال هست. گهگاهی از این صحبت ها میکنم، از این مقالات هم مینویسند این در واقع مستبدین حاکم بر ایران. اما واقعیت این است که در امریکا به عنوان یک سیستم سیاسی کاپیتالیستی یا سرمایه‌داری خب دولت به لحاظ اندازه بسیار کوچک هست در مقایسه با دولت های دیگر. به لحاظ قدرت هم علاوه بر خود شخص رئیس جمهور نسبتاً دارای قدرت زیادی هست، اما واقعیت این است که در حداقل دخالت رو خصوصا در قسمت هایی که مربوط به کار و کسب و تجارت و اینها میشه بیشتر نقش دولت معطوف به سیاست های خارجی، سیاست های دفاعی و مسائل اینچنینی میشود. اما در نظر نمیگیرن که اگر احیانا دولت فدرال امریکا قادر نباشد حقوق کارمندان شد بده، این مربوط به همین سیستم در واقع بوروکراتیک دولت هست، یعنی امریکا اون امریکای واقعی که در واقع عرض کردن نقش اصلی رو جامعه و آحاد افراد جامعه دارن، اون امریکایی است که نمیدونم یک شرکت گوگل یا شرکت ای بی یا سایر شرکت های همین شرکت های فقط اینترنتیش و سایبریش رو عرض میکنم که هر کدومشون خودشون برابر سرمایه یک کشور هست داراییشون. در صورت این هم مسئله بود در مورد تفاوت نگاه افرادی که آگاهی از وضعیت دولت در حکومت های سرمایه‌داری یا کاپیتالیستی ندارن و اینکه دولت در واقع فقط متولی یک امور خاصی است، مثل دولت در کشوری مثل ایران نیست که عملا دولت همه کار است و مردم برای زندگی روزانه‌شون هم به نوعی نگاهشون به علاوه بر این فرض کنید تضادهایی که بعضی از این اصول سوسیالیسمی که در طیف چپ قرار می‌گیرن عرض کردن با بنیان‌های بعضی از جوامع مثل تصمیم همین جوامع خاورمیانی خودمون داره، این هست که با توجه به خانواده محور بودن در جوامعی که نسبتاً سنتی هستن و هنوز به اون مرحله جوامع سنتی نرسیدن مثل ایران خودمون یا بقیه کشورهای خاورمیانه و حتی بسیار از کشورها دیگه در تصمیم شرق اروپا یا احیانا در امریکای جنوبی، خب اینها نوع روابط اجتماعی حاکم بر اینها جوریست و زیست این ملت ها به طور سنتی طوریست که معمولا اینها بسیار دشوار هست که بتوانند با یک سیستم فرض کنید سوسیالیستی که مبتنی بر مشارکت جمعی و به نوعی تضعیف مالکیت و خصوصی اینهاست بتوانند کنار بیایند. و معمولا جوامع پیشا مدرن در واقع یا پیشا صنعتی هم به نوعی سیستم هاشون اگر که نه
به طور کامل و توسعه یافته تکامل یافته، اینها بیشتر گرایش به صورت طبیعی بیشتر گرایش به سمت سیستم ها و مشرف های سیاسی راست دست راستی دارن. و مطلب دیگر عرض کردم که تفاوت های در واقع این مشرف های سیاسی رو، اما بپردازم به بحث قسمت دوم بحث امروز که قصد داشتم بپردازم به این چیز که عرض کردم. خود این مسئولین جمهوری اسلامی هم مثل خود رئیس جمهور که بالا خیلی مقام اجرایی کشور هست، او از این انتخابات که در پیش بود به انتصابات تعبیر کرد. حال بپردازم به این انتصابات جمهوری اسلامی که در دوم اسفند همین 1398 در 55 هزار شعبه در 28 حوزه در کشور انجام شد برای 290 نماینده اون چیزی که به نام مجلس شورای اسلامی مینامند خودشون تشکیل بشود. اینها تعداد افراد واجد شرایط رو 58 میلیون نفر اعلام کردن و تعداد کسانی رو که خودشون این رو عرض میکنن به نقل از منابع خودشون، منابع رسمی جمهوری اسلامی، شرکت کنندگان رو 24 و نیم میلیون تقریبا اعلام کردن و با یک نرخ مشارکت 42%. یک نگاهی میکردم به این نمودارهایی که بنابرای در واقع تقسیم استانها بود و اینها، از کنید که بیشترین میزه اولا که بر خود مسئولین جمهوری اسلامی حتی از پیش از انتخابات مشخص بود که نرخ مشارکت بسیار پایین رو تجربه خواهند کرد و بی‌سابقه هم اتفاقا بود این انتخابات. حال اگر که بنا رو بر صحت قول مسئولین جمهوری اسلامی بگذاریم که بسیار هم کار نادرستی است به اعتقاد من باور کردن سخن اینها، که ما اینکه دو مورد بسیار بزرگش رو فرض کنیم، در مورد اون سقوط هواپیما شلی که ثابت کردن هواپیمای اوکراینی و اخیراً هم در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران و تلفاتی که در ایران داشته، دو نمونه از دروغگویی های بسیار واقعا وقیحانه این رژیم رو که بسیاری از دستان در کارانش در همزمان با هم در حال دروغگویی هستند، اگر بنا رو بر صحت آمار اینها بگذاریم، آماری رو که اینها با تأخیر قابل توجهی هم اعلام کردن، با توجه به اینکه یک سیستم جدید رای گیری هم هست و اونطور که کسانی که وارد هستن در این سیستم ها میگن ظاهرا اصلا به لحظه به قول انگلیسی زبان ها در ریل تایم یا در تایم واقعی میتونید تعداد آرا و شرکت کنندگان رو بدانید با استفاده از سیستم های کامپیوتری و اینها، اما علارغم اینها به هر حال با یک تأخیر قابل توجهی این نتایج رو اعلام کردن که حدس فکر میکنم تمام هموطنان این باشه که اینها طبق اون روال دروغگویی و تبلیغاتی که دارن مشغول دستکاری در آمارها بودن، احیانا آمارها بالا و پایین کردن، نرخ مشارکت رو مقدار بالا آوردن. علارغم این اینها خودشون نرخ مشارکت رو حدود 42.5% یا 42.57% اعلام کردند. و از کلم نگاهی به نوع یا در واقع سطح مشارکت مردم به تفکیک استانها که بنده می دیدم، فرض کنید که در استانهای عرض می کنم استانهای سنی نشین، اما استانهای سنی نشینی که دارای جمعیت قابل توجهی از شیعیان یا در واقع افراد پیرو تشیع هم هستند و همینطور استانهایی که دارای مسائل قومی و طایفه‌ای هستند، بالاترین نرخ مشارکت در این گونه استانها بوده که حدود فرض کنید که از 55% تا حدود 60% در حد اکثر رسیده. استان فرض کنید سیستان و بلوچستان که خب در واقع اون قسمت سنتی سیستان، اون قسمت باستانی سیستان که فرض کنید به مرکزیت زابل، خب اینها بیشتر شیعیان هستن، اهل تشیع هستن، در مقابل اهل تسنن که بیشتر بلوچ ها هستن، یعنی که استانی است که مخلوطی است از هر دوی این مذاهب. خب در اینجا هم در اینجا و هم در استان گلستان که هم هموطنان ترکمن ما که اهل سنت هستن حضور دارن و هم هموطنانی که اهل تشیع هستن، برای در این دو استان آمار مشارکت به نسبه عرض می کنم اینکه بالا بوده، به نسبه بالا بوده نسبت به بقیه استان ها. خب به یه دلیل خیلی واضح، اینکه هر کدوم از پیروان این مذاهب سعی کردن که در واقع نمایندگان خودشون رو به مجلس بفرستن، اینکه صدایی در همین
مجلس نسونیم و بیکاره جمهوری اسلامی به اصولت داشته باشن. اینها هم بیشتر نظرشون به همین مسائل داخلی خودشون، احیانا فلان پول و فلان جاده و فلان ساختمان، این در واقع به نوعی گرفتن امکانات هست نگاه هموطنانی که در انتخابات شرکت میکنن، نه اینکه معتقد باشن که اینها میتوانن با رأیشون در این پروسه سیاسی مملکت منشأ اثری باشن. اینها فرض کنید از تیم سیستان بلوچستان و گلستان، بالا بودن آمار رأی‌گیری بدون شک خیلی ساده است که این رو دریابیم که بر اساس همین بنده دوست ندارم از لفظ تضاد استفاده کنم، چون هم واقعا اگر حکومت جمهوری اسلامی رو ما کنار بگذاریم هیچگاه تضاد مذهبی بین مردم ایران وجود نداشته. خوشبختانه مردم رو عرض می‌کنم کاری به این دولت فرقه‌گرا و شیعه‌گرا ندارن. بنابراین می‌شود گفت یک نوع رقابتی بین اهل تشیع و اهل تسنن هموطنان در استانهای بلوچستان و گلستان بوده و به احتمال زیاد این نرخ مشارکت بین 55 تا 60 درصدی که در استان با روایت آمار رسمی جمهوری اسلامی بوده به دلیل این گونه رقابت ها بوده. یا فرض کنید در دو تا دیگر از استانهایی که بالاترین رأی رو دادن، استانهای ایلام و کهگیلویه بوی رحمت هستند. خب استانهایی که دارای توایف مختلفی هستند، معمولا در ایلام فرض کنید توایف کردولور هستند و در کهگیلویه بوی رحمت هم خب اشایر بوی رحمتی و بهمنی و اینها هستند، می شود کاملا دید که اینها در این استانها هم بیشتر این رقابت های طایفه‌ای محرک رأی بالا در این استانها بوده به نسبت سایر استانها. اما همزمان وقتی که نگاه میکنیم به سایر استانهایی که این رقابت های اینچنینی وجود نداره و بیشتر یک در واقع شهرهای بزرگی هستن که جامعه مدنی وجود داره و مسائل قومی و طایفه‌ای و این گونه مسائل وجود نداره و معمولا هم این جمعیت ها جمعیت انبوه ایرانیان شیعه هستن، مثل فرض کنید استان تهران که یا حدود 22 درصد اشتباه نکنید، استان البرز، استان اصفهان، استان کردستان به دلیل اینکه تقریبا یک دست کرد و اهل تسنن هستند، رقابت های در واقع مذهبی شیعه و سنی اینجا وجود نداشته، رقابت قومی هم وجود نداشته. در کردستان اکثریت قریب به اتفاق مردم تقریبا یک دست کرد و اهل تسنن هستند، بنابراین آمار مشارکتشون بسیار پایین هست. در حالی که عرض کردم فرض کنید در استان گلستان اونها هم ترکمن هستند اما اهل تسنن در کنار شیعیان زندگی میکنند، اونجا همین رقابت های به نوعی مذهبی باعث شده که آمار مشارکت متفاوت باشه تا کردستان. و به هر صورت اینها با این انتصابات که شورای نگهبان در اقدامی که بی سابقه نمی شود گفت اما به نوعی تندترین اقدام خودش به اعتقاد من در تمام 41 سال طول جمهوری اسلامی بوده، در زمینه در واقع اون چیزی که اینها بهش میگن تایید به دست آوردن صلاحیت و نه تایید صلاحیت افراد، دست به قمع وسیعی زد. تعداد زیادی از تقریبا حدود نیمی از یک سوم نمایندگان حاضر در مجلس شد که دوباره کاندید شده بودن برای دوره آینده، اینها رو هم حتی در واقع از دم تیغ گذران، حتی افرادی از درون خود اصولگرایان که احیانا موازی متفاوت با تندترین طیف های حاکمیت داشتن، مثل فرض کنید علی مطهری که اون خودش یک واقعا ابوالارتجاعی است در زمینه مسائل اجتماعی، اما به اصول یک سمت گیری ها، یک موضع گیری هایی میکنه که به مزاق این آقایون خوش نیامده و در بعضی جهات سخنانی در واقع شبیه به این استمرار طلبان، اصلاح طلبان حکومتی میزنه. حتی افرادی مثل مطهری رو هم، علی مطهری رو هم تایید صلاحیت نکردن و رد کردند و به این ترتیب رفتند به استقبال یک مجلس یک دست از افرادی مثل فرض این یامین پور، فردی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک برنامه گفتگوی سیاسی رو به نوعی برگزار میکرد، افراد اینچنینی، افراد نسبتاً در سنین جوانی، کسانی که بیشتر نمیدن فارغ التحصیلان همین دانشگاه امام صادق هستند و مثل افرادی مشابه اون علی فروغی از کنید رئیس مدیر شبکه 3 تلویزیون که شاهکارهاش رو در همین مدت مدیریتش دیدیم، افرادی که تماماً همون چیزی هستند که رهبر جمهوری اسلامی انتظار داره.
افرادی هستند مطابق استانداردها و معیارهایی که رهبر جمهوری اسلامی انتظار داره، یعنی یک مجلس فرمایشی و در اختیار رهبر رو ایجاد کردند. در واقع نیروی هم که پشت قضیه هست در اصل سپاه پاسداران هست که به نوعی در حال اجرا کردن هم مندیات رهبر هست و اینکه مجلس رو هم کامل در دست خودش داشته باشه برای به صورت اون اموری که خودشون نیاز دارند برای اداره کشور. و این چیزیست که به اعتقاد من قبلا هم عرض کردم در برنامه که در مورد بعضی از این اصلاح طلبان صحبت می‌کردم، خاطرم هست گفتم که ما به عنوان اپوزیسیون باید حقیقتا استقبال کنیم، یعنی اینکه این حکومت همین تبدیل میشه به هر چی ممکن هست یک دست بشه از همین کسانی که به اصالت خودشون رو اصولگرا یا ارزشی میدانن تا بسیاری از این کسانی که در واقع فاصله بین مخالفین و براندازان جمهوری اسلامی و هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی قرار میگرفتند و نقش حائل رو بازی میکردند، نقش سپری رو در این میان بازی میکردند برای هسته سخت قدرت، اینها خوشبختانه توسط خود این اصولگرایان در جمهوری اسلامی و توسط شمشیر بی‌رحم شورای نگهبان به کناری زده شدند و مردم دیگه تکلیف خودشون رو حداقل مستقیما میدانند. حداقل این هست، حداقل حسن این کار این هست که این استمرار طلبان و افراد وابسته به اینها در خارج کشور دیگر قدرت مانوری ندارند در این رسانه ها و در این در واقع سطح سطوح مختلف سیاسی در خارج از کشور بگردند، دلالی کنند و سعی کنند که جمهوری اسلامی رو با یک بزکی که بله در این حکومت افرادی هستند که چنین هستند، اصلاح طلبان هستند، طرفدار فرض کنید روابط با غرب هستند و اونها هستند یا آدم بدها هستند، خوشبختانه این بازی توسط خود جناح تندرو حکومت به هم خورده و اینها دیگه یک حکومت هستند، عملا چیزی هم از جمهوریت باقی نمانده با چنین انتخابات و چنین مجلسی و یک حکومتی به نام حکومت اسلامی در واقع بر سر کار هست و مردم هم تکلیف خودشون رو هم مردم کشور خودمون و هم افکار عمومی در خارج کشور و دولت‌های خصوصا دولت‌های غربی تکلیف خودشون رو با یک چنین حکومتی که تنه به تنه داعش و حکومت وقت حکومت گذشته طالبان میزنه باید تکلیف خودشون رو با این حکومت بدانند. دیگر چیزی به نام بزک آرایش خوشبختانه در این رژیم وجود نداره، این چیزی بود اون بزک آرایش چیزی نبود جز همین استمرار طلبانی که با در واقع 1001 اشوه‌گری و طنازی در سطح حتی رسانه‌های اپوزیسیون هم سعی در بزک کردن ماهیت پلید و زشت جمهوری اسلامی داشتن. در مورد انتخابات امریکا هم قصد داشتم صحبت کوتاهی داشته باشم با توجه به اینکه دو دقیقه بیشتر وقت نیست، اما بنده فکر میکنم با توجه به اقبالی که به آقای برنی سندرز نشان داده شده که فردی است که یک سوسیالیست هست و خیلی هم انقلابی صحبت میکنه و عمل میکنه، با خودم فکر میکردم که جامعه امریکا به نوعی گرفتار یک دو قطب شدید شده، یعنی به نوعی جامعه ایست به لحاظ سیاسی که کاملا دو تیکه شده، یک تیکه هستن که راستگرایان افراطی به نوعی سردمدار اونها هستن، اسلامو تی پارتی و طرفداران آقای ترامپ، و در سمت چپ هم کسانی هستن که از میان تمام کاندیداهای دموکرات فرض کنید اینها نگاهشون به چپترین اونها یعنی آقای برنی سندرزی هست که خیلی فرض کنید اون ملاحظاتی رو که بسیار از دموکرات ها دارند نداره، کسی است که عملا به نوعی صحبت از انقلاب میکنه و خیلی راحت در مورد ایده های چپ و سوسیالیستی خودش صحبت میکنه و دیدم دیروز بود در اخبار هم که ایشون دعوت ایپک اون در واقع شورای روابط اسرائیل امریکایی رو هم رد کرد که خیلی چیز عجیبی است با توجه به اینکه معمولا کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا همیشه سعی میکردن به نوعی استمالت و دلجویی کنند از یهودیان در این زمینه، چون هم به نفوذ و پول و حتی آرای اونها هم نیاز داشتن، اما ایشون خیلی چیز عجیبی است که نپذیرفته و گفته که سخنرانی نخواهد کرد در این شورای آیپک. این هم به صورت عرض کردم نشان میده که بعد از انتخاب آقای اوباما که یک تحولی در جهان احساس شد که گویی امریکا در یک مسیر دیگری است، یک فرد سیاه‌پوستی رو برای اولین بار به ریاست جمهوری برگزیدن، بلافاصله بعد از در واقع اون شدت یک فرجی این رو عرض میکنم، نه اینکه فرجی برای ما، خیر همین منظورم این هست که در واقع بعد از یک اتفاق کاملا
در اون جهت که ما تصور میکردیم یک مرتبه فردی به نام آقای ترامپ نظر مردم امریکا رو به خودش جلب کرد که کاملا در نقطه متضاد با اوباما قرار داشت. این بار مردم دنیا به نوعی هم فکر میکردن که برای امریکا در مدار فرض کنید که راستگرایی افراطی افتاده و به این سمت میراد. حالا به یک باره میبینیم که البته خب هنوز راه طولانی داره آقای برنی ساندرز تا بتونه رئیس جمهور بشه، اما خب اینجور که شواهد نشون میده او به احتمال زیاد تمامی کاندیدای دموکرات رو یعنی انتخابات در این حزب شکست خواهد داد و نماینده دموکرات ها خواهد بود و باید با آقای ترامپ مبارزه کنه اگر که ایشون واقعا به کرسی ریاست جمهوری برسه. این یه خیلی چیز عجیبیست واقعا که بعد از یک فرد شدیدن راست مثل آقای ترامپ به یک بار امریکایی ها به سمت فردی شدیدن چپ با معیارهای درونی امریکا به نام آقای ساندرز رو فرض میکنم. این البته نشانه های از قبل هم وجود داشته که جامعه امریکا به شدت دو قطبی شده، یعنی در دو کمپ هستند، عده‌ای هرچی بیشتر میخوان به سمت راست ببرن کشور و جامعه رو، عده‌ای دقیقا در نقطه مقابل به سمت چپ. یا اون در واقع یگانگی که این جامعه امریکا همواره داشته و معمولا حدود شاید 70% 60% مردم هم نظر بودن در مورد مسائل سیاسی و اینکه کشور باید کدام جهتگیری رو داشته باشه، به نظر میرسه که چنین چیزی در امریکا حداقل در این 15 سال گذشته وجود نداشته. بنده به پایان وقت این برنامه رسیدم. بسیار بسیار تشکر میکنم از اینکه لطف فرمودید و شنونده صحبت‌های بنده بودید. از جناب بهبانی و تلویزیونی هم سپاسگزارم. پاینده باشید. خداحافظ شما.